ایوان میدیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود خدمت شما مخاطبین عزیز. جاوید هستم از کیوان میدیا. امید که جور صحتمند و دور از گزند روزگار باشین. طبق معمول امروز باز هم یکی از چهره های آشنا را با خود در برنامه داریم. آقای محمد صابر ناصری، رئیس دفتر رابط افغانستان امریکا را در این برنامه خوش آمدید میگم. السلام علیکم، درود خدمت تمام هموطنان گرامی. تشکر. بسیار تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. سپاس از حضور پرمهرتان در برنامه. سلامت باشید. ناصری صاحب عزیز، پیش از اینکه به سوالات بپردازیم، میخواییم معلومات بدین در مورد دفتر رابط افغانستان امریکا که در کدام بخشا فعالیت داره. سلامت باشین. دفتر رابط افغانستان امریکا پل ارتباطی بین مردم افغانستان و مردم امریکا است. پل ارتباطی بین مردم افغانستان و حکومت امریکا است. ما پیام مردم افغانستان با مقامات امریکایی شریک می سازیم، جهانی می سازیم. دفتر رابط افغانستان امریکا یکی از نمایندگی مردم افغانستان، دفتر نمایندگی مردم افغانستان مقیم واشنگتن دی سی است که همیشه پیام مقامات امریکایی را می گیریم، با هموطنان ما شریک می سازیم و پیام مردم افغانستان گرفته با مقامات امریکایی شریک می سازیم. ما پل ارتباطی بین دو مملکت و همچنان بخشای مختلف داریم، مانند بخش خیریه داریم، کمک می کنیم فامیلایی که نو می آین، برشان کار، وظیفه، موتر، خانه و همچنان بعض لوازم ما آماده می کنیم برشان می بریم. و در کنار این موضوع بخش فرهنگی ما و داوطلب، همکارای داوطلب داریم که انگلیسی تدریس می کنن با مهاجرین نو و همچنان مواد می برن و بخش فرهنگی را، فرهنگی امریکا را برشان تدریس می کنن. واقعا بسیار تشکر ناصری صاحب عزیز، کارهایتان قابل قدر است. همیشه ما از اگوست 2021 که تا به حال شما همیشه سریعا در این مورد اطلاع رسانی کردین، بخصوص در بخش ایسایوی با متنان ما که ما شخصا خودم در این روان با شما هم کار بودیم، ویدایتان همیش کوشش کردیم که نشر بکنیم، برای متنان ما اطلاع رسانی را از هر طریقی که بوده خواستیم به نشر برسانیم. ناصری صاحب عزیز، پیش از اینکه به سوالات شخصی بپردازیم، بازم یک سوال دیگه را میخوایم مطرح بکنم. در مورد در شرایط فعلی ما و نزدیک به سال نو هستیم، طالبان امسال جشن نوروز تجلیل نمی کنن. نظر شما را میخوایم داشته باشیم و همچنان آیا شما در امریکا جشن تجلیل میکنین، پلان دارین برش؟ تشکر، سوال بسیار بجا. نوروز یعنی روز جدید. جمشید یکی از پادشاه های افغانستان بنیادگذار این روز جدید یا سال یا نوروز بود در افغانستان. نوروز یکی از بخش های فرهنگی افغانستان هست و همچنان کشور مصر تا به حال مصری ها این روز هم تجلیل میکنن که این روز به نام روز شمل نسیم یاد میکنن. اما این که طالبا منع کردن، ما شخصا دفتر ما، همکارای ما یک اجتماع بزرگ از افغانا را جمع کردیم، با ما همکار هستن و ما به خاطر سال نو نه، بلکه به خاطر فرهنگ افغانستان، به خاطر موضوعات افغانستان همیشه مبارزه کردیم، مبارزه میکنیم و همچنان سال نو روی مثلا ما کار میکنم در یکی از پارک های مشهور امریکا برگزار میکنیم و سال نو مانند سابق همیشه میگیریم. چندین سال است که ما در امریکا زندگی میکنم، همیشه سال نو روز استقلال و عیدها را همینجا ما آمادگی گرفتیم، برگزار کردیم و برگزار خواهیم کرد. این که طالبان منع میکنن، اما ما
به خاطر مردم افغانستان، به خاطر فرهنگ افغانستان این کار میکنیم و هیچ کس مانع کار خیر ما به خاطر وطندارای ما، به خاطر هموطنان ما، به خاطر افغانستان مانع شده نمیتونه. تشکر ناصری صاحب عزیز. واقعا نگه داشتن فرهنگ در هر جای که آدم باشه باید است که تجلیل بکنه. از این روز ما در اروپا چندین سال که هستیم شایدی از هستیم که متنان ما سال نو کوشش کردن اگر مطابق رخصتی میلادی مثلا سال نو و عید برابر نیست، بازم متنان ما کوشش میکنن با خانوادهشان این روز تجلیل بکنن. ناصری صاحب عزیز، میخواییم بدانیم که آقای ناصری از کدام ولایت افغانستان است؟ درست فرموده. بهترین سوال، تا به حال هیچ کسی این سوال از من نکرده. همیشه گفتیم که من از افغانستان هستم. من از ولایت بغلان افغانستان هستم و زیاد وقت در کابل سپری کردیم. و در کجا به دنیا آمدید؟ در ولایت بغلان، شهر پلخمری. ناصری صاحب عزیز، مربوط کدام قوم شریف افغانستان می شوید؟ تا به حال این موضوع را ما همیشه پنهان ماندیم، اما خوب است باید جواب سوال شما را بدم. ما از قوم تاجک هستم، فارسی زبان. سلامت باشیم. سو تشکر ناصری صاحب عزیز. با وقت من شخصا خودم خوشدار با میتو سوال زیادتر علاقمند نیستم، به خاطر از اینکه تمام ملت افغانستان برادر و برابر هستن، کلشان بر من عزیز هستن و شخصا خودم از این کلمات چرا حقدر علاقمندی ندارم که فرق احساس بکنم که پشتون است، که تاجیک است، که ایماق است. بر ما کلش نور دیدی ماست، افغان ماست، در سراسر جهان که ما میریم ما را به نام افغان میشناسن. بخاطر از اینکه همیشه ای سوال مطرح میشد و شخصا روزی که کارهای شما را در تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب نشر کردیم، همیشه سوال میکردن که آقای ناصری مربوط کدام قوم شریف افغانستان میشد. با او خاطر من این سوال مطرح کردم. ناصری صاحب عزیز، متأهل هستین یا مجرد؟ میتوان گفت که هم مجرد و هم متأهل. یعنی فعلا مجرد است. ناصری صاحب عزیز، لطفا از دوران مکتب و تحصیلاتتان قصه بکنین برای هموطنان ما. سلامت باشین. من در صنف 5 از شهر پلخمری به کابل آمدم و در لیسه نادریه که او وقت عمر شهید میگفت، فارغ تحصیل لیسه نادریه هستم. قبلا هم یاد کرده بودم که اجمل نقشبندی یکی از سنفی های مکتب دوری مکتبم بود، لیسه نادریه، و بخش پولیتیکل ساینس در یکی از پانتونای شخصی در افغانستان خواندیم. بعدا آمدم در امریکا و در پانتونای امریکایی فعلا آنلاین درس میخوانم و همچنان قبلا در اروپا سفر داشتیم، بخش های گوناگون اونجا هم درس خواندیم. بسیار تشکر. سلامت باشه ناصری صاحب عزیز. ناصری صاحب، لطفا در مورد دوران استادیتان که شما استاد بودین، چی تدریس میکردین، در کجا استاد بودین، هم برای هموطنان ما معلومات بدین. تشکر. من وقتی که طالبا از افغانستان فرار کردن در سال 2001، من آمدم کابل و قبلا در پاکستان درس میخوندم. بعدا کابل آمدم در یکی از اینستیتوت‌های افغانستان کابل در تایمانی به نام فرهنگستان نور بود که مسئول اینستیتوت آقای سجادی بود. اونجا تدریس میکردم و هر سال سال روز من شاگردان محبت میکردن، میگرفتن در یکی از هتلای تایمنی، سرک 2 سرک 3 تایمنی بود به نام نجیب هتل، عزیز هتل. و بعد از او من خودم یک اینستیتوت باز کردم به نام اینستیتوت آرمان ناصری.
در کلولا پشته و او وقت او زمانی که من اینستیتوت باز کردم تازه یک موسسه تحصیلات عالی به نام کاردان باز شد روبروی اینستیتوت من و اینستیتوت من به طبقه اوناس و ذکور تقریبا 1800 طبقه اوناس بود و ذکور همچنان رایگان بود و من خواستم که پول معاش خودم به استادا و به مصارف اینستیتوت بکنم تا هموطنانم رایگان درس بخونن. بعد از او باز ما یک اینستیتوت دیگه باز کردم و بعدن به حیث مشاور بین المللی پنتون رنا از طرف رئیس پنتون رنا دکتر صاحب شفی تعیین شدم در افغانستان. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین ناصری صاحب عزیز. ناصری صاحب عزیز که شما استاد بودین بعدن رئیس دپارتمن شدین و چطور راه پیدا کردین با نیروهای ناتو، اینم لطفا با ما و هموطنان ما شریک بسازین. تشکر. من از کار بار در افغانستان از صفر شروع کردم. بسیار غریبی را تیر کردیم من، گرچه مشکلات زیاد بود، اما وقتی که من مسئول یک اینستیتوت بودم در کابل، تقاضا شد از من از طرف مشاورین امریکا، خصوصا مشاورین وزارت داخله، که من باید با قوای ناتو به حیث ترجمان کار بکنم. در اون زمان قدر کسی انگلیسی بلد نبود و من خواستم که کمک بکنم و همچنان کار بکنم چون معاش بسیار خوب میداد. بعدا من در بگرام تعیین شدم و از بگرام در ولایت های گوناگون مرا روان کردن. چند وقت در بگرام بودم، بعدا در شیندن، هرات، کنر و بعض ولایت دیگه به حیث ترجمان تعیین شدم و بعد از ترجمانی ما به حیث مشاور فرهنگی با قوای ناتو تعیین شدم که یک کلاس در داخل بیس نظامی جور کردم بر تمام نظامی های امریکا و خواستم که نظامی های امریکایی را در مورد افغانستان و فرهنگ افغانستان آگاهی بدم. که او وقت در او زمان استاد ما دکتر صاحب سید مخدوم رحیم که وزیر اطلاعات فرهنگ بود و همچنان مشاوره، این برنامه را پیش گرفتم و از اونا هم و از کتاب هایی که ما در بسیار شوق علاقه داشتم به نام کتاب فرهنگ همیشه میخواندم، مطالعه میکردم و موضوعات حقیقت های افغانستان به مقامات امریکایی و به نظامی های افغانستان امریکایی تدریس میکرد. تشکر. ناصری صاحب، آیا به خاطر دارین کدام سال بود آغاز کارتون؟ بله، سال 2003. تشکر. سلامت باشین ناصری صاحب عزیز. ناصری صاحب، میخوایم بدانیم که در سال 2008 چی اتفاقی برای شما افتاد که بهترین دوستان را دست دادین، خداوند رویش شاد داشته باشه، آقای نقشبندی را و همچنان شما اعضای بدنتان را دست دادین؟ بله، گرچه برای من سخت است، اما همیشه آمپهم من صحبت میکنم به می خاطر که بعضی ها درست الفاظ من درد من بشنون. بله، در سال 2008 بود که من توسط طالبا زخمی شدم. قبل از او همراه آقای اجمل نقشبندی در هلمند، ولسوالی سنگین بود و ما در ولسوالی سنگین در او زمان فکر میکنم که انگلیس ها هم بودن، امریکای ها هم بودن، با ناتو یک جا بودم، خبرنگارا هم بودن و توسط طالبا من زخمی شدم و انگشتای من دست دادم. اما افتخار میکنم به خاطر مردم افغانستان، به خاطر موضوعات
فرهنگی افغانستان به خاطر خاکم ما مبارزه کردیم، نه به خاطر پول و نه به خاطر ازی. به جای امریکایا یا انگلیس ها، که وقت امریکایا ما همراه امریکایا کار میکردم، به جای امریکایا هر کشور میامد بر ضد پاکستان، بر ضد غلامای پاکستان، ولو که او کشور جرمنی می بود و او کشور کانادا می بود، هر کشور که می بود ما همکارا او خارجی ها می شود. اما طالبا غلام پاکستان، ما تا به حال غلام پاکستان میگم اونا را، هر وقت که غلامی خود و از غلامی براین و مستقل شوند طالبا، ما مبارزه خود بحث میکنم و علیشان مبارزه نخواهم کرد. اما تا به حال من خبر هستم، همه دنیا میفهمد که تازه امریکا پاکستان به نام کشور تروریستی شناخت، که قبلا ما یاد میکردیم میگفتیم که پاکستان برادر هیچ کس نخواهد شد. هر وقت که طالبا با مردم افغانستان هم نوا باشه، هم نوا شود و از غلامی دست بکشه، من نه بلکه تمام مردم افغانستان طالبا را قبول خواهد کرد. اما تا به حال مردم افغانستان از طرف از طالبا نفرت دارند. تشکر ناصری صاحب عزیز. تداوی شما ناصری صاحب در آن زمان در خارج از کشور شد یا داخل کشور؟ هم در افغانستان تداوی شدم و هم در خارج از کشور. تشکر ناصری صاحب عزیز، ای که شما خدا را شکر صحت یاب شدین، برگشتین دوباره پس با وطن و با وظیفه ادامه دادین. در آن زمان احساس خطر نمی کردین که یعنی خدا نخواسته باز کدام اتفاق دیگه براتون رخ بده؟ نه خیر، برعکس که من قوی تر شدم وقتی که دوباره به افغانستان رفتم و کم صحتیاب شدم. من خواستم که مبارزه خود که از سالها قبل من مبارزه کردیم، مبارزه خواهیم کرد، من ادامه دادم و به خاطر مردم افغانستان، به خاطر کشورم، به خاطر میهنم، که میهنم زخمی است مانند ما و ما میخواهیم که تا دم مرگ از میهنم، از مردمم، از هویتم دفاع بکنم. تشکر. احساس وطن دوستیتان ناصری صاحب عزیز قابل قدر است. خدا هم شما را حفظ کنه. برگشت شما به وطن دوباره صابر ناصری و صابر راک تبدیل شد. لطفاً در مورد این فیلم با نقش شما کمی بیشتر روشنی بیاندازید. تشکر. داستانم به دلهای امریکایی، به تمام دنیا جالب بود و خواستن که، چون من یک روز در کنگرس امریکا صحبت داشتم، روز اولم بود که در کنگرس از من دعوت کردن که در مورد افغانستان صحبت بکن. من که صحبت کردم، یکی از کانگرس ماینا به نام استیف استاکمن، اونا من معرفی کردن به فیلم میکرها یا کسایی که فیلم جور میکنن. بعدا چندین فیلم میکرها یا کسایی که فیلم جور میکنن من دعوت کردن و از من خواستن که من فیلم یا همی داستان خدا با اونا شریک بسازم و از او یک فیلم جور کنم. در بین ازی دوستا دو دوسته که بچه های خوب هستن به نام تامس ماتیو لوکاسترو، یک فیلمساز بسیار خوب در هالیوود، اونا رو من انتخاب کردم و داستان مردم افغانستان، داستان خود تمامش بر اینا قصه کردم و از داستان قصه که از صفر مشروع کردیم تا مقام حکومت امریکا تمامش یک فیلم جور کردن که او فیلم تقریبا 12 جایزه امریکا و جهان گرفت. جایزه ایمی یکی از بزرگترین جایزه بود. تلویزیون صدای امریکا هم خبر شد از اون موضوع
و جایزه هالیوود گرفتم که در بین 6600 فیلم امریکایی فیلم به نام سابر راک مقام اول گرفت و مرا به نام ستاره هالیوود یا لقب هالیوود بر من دادن. بعد از او که فیلم جور شد تقریبا $2.99 که تقریبا $3 میشد در امازون پرایم فیلم همی کسایی که فیلم جور کردن سودا کردن و برای ما گفتن که ما میخواییم در این فیلم خودت هم شریک شوی. من گفتم نخیر، من مو داستان برتان رایگان میتم، به خاطر مردم افغانستان رایگان میتم. قدر در اون زمان فکر نمی کردم که فیلم مشهور میشه، حتی تا رئیس جمهور در اون فیلم اشتراک کرد آمد دید چندین میلیون دلار اون فیلم آید کرد فکر میکنم. و بعدا فیلم سابر راک از امازون پرایم دور شد برآمد، چون بسیار چندین تلویزیون ها خرید فیلم و فیلم جهانی شد و از او فیلم من $1 هم نگرفتم، صرف به خاطر داستان مردم افغانستان که هالیوود یک جهان دیگه است. خواستم که داستان مردم افغانستان هم در هالیوود برای و صدای مردم افغانستان همه جهان از طریق امی فیلم بشنوه. هدف ما این بود که من چطور میتونم صدای مردم افغانستان باشم، من چطور میتونم پیام او مادر که فرزند خود از دست داده و او خواهر که شوهر خود از دست داده در افغانستان، من پیام از او باشم. و در امی فیلم سابر راک پیام همه مردم افغانستان است و تمام جهان که قبلا اگر او قدر افغانستان درست نمیشناختن، بعد از این فیلم افغانستان درست شناختن. The Marines were establishing a footprint in southern Afghanistan. Our main goal was to drive a wedge between the Taliban and the people. The interpreters are a linchpin to the success of the mission. You always prefer Xavier Roth over any other interpreter. What Roth was doing was making a difference and making an impact. And so the Taliban was hunting Roth. تشکر. ناصری صاحب اگر لطف کنین در مورد پیام این فیلم بیشتر رقم توضیحات بتین. در این فیلم پیام فرهنگ افغانستان است. یک پیامی است که یک 30 سال 40 سال افغانهای ما به امریکا دروغ گفته بودند، حقایق بیان نکرده بودند و تمام حقیقتها حقایق افغانستان در این فیلم است. اما که کوتاه میگم، یعنی تمام حقایق افغانستان در این فیلم است، به این معنا که کسایی که در مورد افغانستان، در مورد فرهنگ افغانستان با جهان دروغ گفته بود، او دروغایشان افشا شده و اینجا حقایق بیان شده که کی است، ما چه قسم مردم هستیم و یک جلوی خوب دادیم مردم افغانستان که ما مردم افغانستان اگر کسی بر ما خوبی بکنه، ما خون خود برش فدا میکنه در برابر خوبی. ناصری صاحب، آیا این فیلم در امازون پرایم فعلا موجود است؟ فعلا در امازون پرایم نیست، اما تریلرش در گوگل است و ما کوشش میکنم که امروز هم روی این مسئله ما یک گفتگو داشتم با همکارای خارجیم با عنوان مبارز امریکا که جمع کرده بودم. شما میتونین عکسش رو باز شیر بکنین در فیسبوک دفتر روابط افغانستان امریکا به نشر میرسه. من روی این فیلم صحبت کردم که دوباره بیا در امازون پرایم. بخاطر بسیار این فیلم جالب شد و مردم و بسیار آید کرد به نظر ما این فیلم، نه تنها این فیلم بلکه چندین فیلم های دیگر هم از امازون پرایم بیرون کردن. اما دوباره میاد انشالله این فیلم دوباره
در امازون پرایم یا در گوگل میاد. ناصری صاحب عزیز، شما در کشور گرجستان نماینده بودین. میشه در مورد کار و فعالیتتون در آن کشور بیشتر توضیحات بدین؟ تشکر. در جورجیا، کنتری جورجیا یا گرجستان که پایتختش تبلیسی است، کنار اوکراین است، موقعیتش نزدیک به اوکراین است. ما به حیث کارشناس نظامی افغانستان از طرف وزارت دفاع امریکا در برای 2 سال اونجا ما تعیین شدم. از سال 2014 الی 2016 ما موضوعات افغانستان، فرهنگ افغانستان و موضوعات سیاسی نظامی افغانستان با وزارت دفاع و از طریق وزارت دفاع امریکا به جورجیا یا جورجن یا گرجستان شریک ساختم. ناصری صاحب عزیز، مخاطبین ما همیشه در مورد شما سوال کردن که آقای ناصری مربوط کدام حزب هستن؟ آیا شما مربوط کدام حزب هستید؟ تشکر. قبلا هم این موضوع را یاد کردیم، باز هم یاد میکنم. صابر ناصری هیچ وقت به کدام حزب یا کدام تیم یا گروه کار نمیکنم. من صرف خدمتگار مردم افغانستان و برای مردم افغانستان کار میکنم. نه به کدام حزب کار کردیم و نه خواهم کرد. و من نه تا به حال جز بیرق افغانستان همیشه بلند کردیم، بیرق هیچ کشور ما بلند نمیکنم. درست است که در دفترم بیرق افغانستان و امریکا هست، چون دفتر افغانستان امریکاست، اما من همیشه به خاطر مردم افغانستان وطنم من مبارزه کردیم. غلط فهمی نشه که ما به حیث یک شهروند از مردم افغانستان دفاع میکنم و به نام مردم افغانستان مبارزه میکنم. اگر کسی مرا وصل میکنه با یا ارتباط میده با کدام حزب، اشتباه میکنه، چون ما با کدام حزب یا کدام شخص یا کدام رهبر کار نمیکنم. تشکر. مخاطبینی که در این مورد سوال کرده بودن، امید که جواب خود دریافت کرده باشن. ناصری صاحب عزیز، اگر سفارت افغانستان در امریکا بسته شود، دفتر روابط افغانستان امریکا چی پلان دارد؟ تشکر. اولی که دفتر سفارت افغانستان مقیم امریکا بسته نمیشه. اگر بسته شود، دفتر روابط افغانستان امریکا در خدمت مردم افغانستان است، در خدمت افغانها مقیم امریکا هست. ما مردم افغانستان تنها نمیذاریم. تشکر. ناصری صاحب عزیز، جمهوریت یا امارات؟ خب سوال بسیار سخت، اما اگر قبلا هم علیه آقای اشرف غنی بودم، علیه شخصیت آقای اشرف غنی بودم، علیه کردار آقای اشرف غنی بودم، علیه اکثر عمل آقای اشرف غنی بودم، اما دمو زمان ما همیشه می گفتم که هر کس بیایه بجز اشرف غنی، هر کس در افغانستان بیایه، ما او را ولکم یا خوش آمدید می گفتم، چون مردم افغانستان بسیار خسته شده بود از آقای اشرف غنی با تیمش. لحاظا به نظر ما از آقای اشرف غنی کرده، هر کسی که باشه در افغانستان به نفع مردم افغانستان کار بکنه، ما از اونا دفاع میکنم. خیلی خوب. ناصری صاحب عزیز، اگر امارات برای شما یک پست بلند پیشنهاد کند، قبول میکنید؟ نه خیر، ما هیچ گاه در حکومت طالبا یا حکومت امارات که غلام پاکستان است، ما کار نخواهم کرد و نمیکنم. ناصری صاحب عزیز، آیا در آینده خودتان را کاندید ریاست جمهوری میکنید؟ درست، اگر مردم افغانستان بخواه، اگر مردم افغانستان تقاضا بکنه، اگر مردم افغانستان از ما حمایت کردن حمایت بکنه، چرا نه؟ ما میخواهیم خدمتگار و صدای مردم افغانستان باشم، همه چیز مساوات مد نظر بگیرم. ناصری صاحب عزیز، آیا میخواهید در آینده در پارلمان امریکا خود کاندید کنید؟
بله، اگر خداوند یاری بکنه و اکثریت از مقامات آمریکایی، دوستای آمریکایی و افغانهایی که در ایالاتی که هستن، ورجینیا، واشنگتن دی سی، اینا تقاضا کردن که خود کاندید بکنه، بله انشالله در آینده میخواهیم صدای مردم افغانستان در پارلمان آمریکا باشه. بله. ناصری صاحب عزیز، در مورد سفرهایتان هم توضیحات بدین. تشکر. سفرهای گوناگون داشتیم در کشورهای گوناگون، ایالاتهای گوناگون امریکا. به خاطر افغان ها سفر کردیم، چون اگر صدای افغانستان بودی، صدای مردم افغانستان بودی، باید در تمام استیتا سفر داشته باشی و معلومات داشته باشی از افغان های همو ایالات. بله، دفتر روابط افغانستان امریکا پول سفرم هم میتن و قبلا هم یاد کردم که من تجارت دارم و از هیچ بنیاد، از هیچ حکومت، از هیچ نهاد دفتر ما حمایه نمیشه و ما همه همکارهای خوبی هستیم. دفتر ما شخصی است، دفتر از طرف حکومت امریکا است، ثبت راجستر حکومت امریکا است، اما مصارفش امی تجارتی که داریم، تجارت ما مصارف ما را مندازن و ما از طرف مردم افغانستان هم حمایت میشه. بله. ناصری صاحب عزیز، فکر میکنم شما مسئول دفتر تلویزیون صدای افغانستان هم هستید. بله، یک تلویزیون ما با دکتر صاحب نوری، احسان نوری، یک جای آماده کردیم و خواستم که یک تلویزیون از طرف مردم افغانستان در افغانستان و در اینجا هم باشه به نام افغانستان وایس تی وی یا تلویزیون صدای افغانستان. تلویزیون من نیست، بلکه تلویزیون مردم افغانستان است. همه چیز، همه کاری که ما داریم از برکت مردم افغانستان است و برای مردم افغانستان است. ناصری صاحب عزیز، یک تعداد از هموطنان ما که از وطن بیرون میشن، در هر کشوری که میباشن، بسیار زود کلمات آن کشور همو زبان استفاده میکنن در لابلای صحبتهایشان. اما شما خوشبختانه در لابلای صحبتهایتان هیچ کدام کلمه خارجی صحبت نمیکنین. دلیل در چی است؟ تشکر. دلیلی است که امو سمت خود، امو فرهنگ خود ما دست ندادیم. یک دوم، شیرین ترین زبان به نظر ما در آسیای میانه فارسی است که ما خوش دارم به زبان فارسی و او هم عام فهم صحبت بکنم و فرهنگ خود، زبان خود هیچ وقت ما فراموش نمی کنم. و مشوره ما به تمام هموطنانم ای است که در هر کشور باشین، ولو که 20 سال باشین، 30 سال باشین، فرهنگتان، اساسات افغانستان فراموش نکنید. ناصری صاحب عزیز، از جبهه مقاومت حمایت میکنید یا از امارات اسلامی؟ هر کسی که بر ضد پاکستان، بر ضد غلامان پاکستانی که طالبا هست مبارزه بکنه، ما صدای از اون نامی باشم. اما با هیچ جبهه کار نمی کنم، با هیچ ارگان کار نمی کنم، اما صدای عدالت خواهی کسایی می باشم که بر ضد پاکستان و بر ضد غلامان پاکستانی هستند در افغانستان. ناصری صاحب عزیز، بجز از دفتر رابط افغانستان امریکا، چی کار و فعالیت دیگر دارین در امریکا؟ اینجا من تجارت پیشه هستم، تجارت دارم در امریکا، کارهای گوناگون دارم، عاید دارم در امریکا، کارهای خانه را میکنم، خرید و فروش خانه را همچنان میکنم، موتر و خانه. بسیار عالی. ناصری صاحب عزیز، در بک‌گراند شما من یک عکس سیاستمداران امریکایی را میبینم با شما یک جا، میشه در مورد یک عکس معلومات بدین؟
ما فکر نکنم که فکر اوقدر لازم باشه، اما سوال کردین باید جواب بدم. نمیفهم چطور اوقدر جای دور شما دیدین. سوال خوب. اونجا سه کارشناس و همچنان سیاستمدارای آمریکایی است، آقای مارک است، جیسن است و کن است. در بین از این سه سیاستمداران عکس ما است، چون در واشنگتن دی سی موضوعات افغانستان در پیس انستیتوت و دیگر انستیتوت های امریکایی، پنتون های امریکایی که من اسپوکر یا در مورد سخنران افغانستان هستم، از من تقاضا شد و عکس مرام هم و مرام هم شامل عزیز سیاستمدار امریکایی ساختن، چون گفتن که خودت هم یکی از مبارزین افغانستان در امریکا هستی و این سه نفر، یک خانم دو شخص، همچنان صدای امریکا و یکی از مبارزین امریکایی هستند. آقای مارک بسیار یک شخص مبارز، فکر میکنم که از ما کرده قوی تر است، اما ما کوشش میکنیم که ما چهار نفر صدای هر کشور باشیم، یعنی او امریکایی صدای امریکا باشه و ما صدای افغانستان در حکومت امریکا باشه. بسیار خوب ناصری صاحب عزیز، گپ از عکس دادیم. در دفتر شما ما هیچ یکی از عکسای سیاست مداران ما را نمی بینم، در این مورد هم اگر گفتنی داشته باشین. تشکر. ما از هیچ سیاستمدار افغانستان حمایت نکردیم، ما صرف از مردم افغانستان حمایت میکنم و هیچ وقت عکس کدام رئیس جمهور یا کسی را در دفتر ما نخواهید دید. این دفتر دفتر مردم افغانستان است، از تمام اقوام افغانستان است و از یک شخص و یک رهبر نیست. لحاظا ما لازم نمی بینم که عکس کدام سیاستمدار یا رهبر در دفتر روابط افغانستان امریکا باشه. اگر بجای من کسی دیگه تعیین شد و اگر من از این پوزیشن چوکی دور شدم، اونا دلشان که عکس هر کسی که بند بکنن، دل اونا مایلشان. سزا تشکر ناصری صاحب عزیز. ناصری صاحب، از نظر شما کارکردهای کدام یکی از رئیس جمهورهای اسبق ما مورد تاییدتان است؟ از داود خان شروع تا آقای غنی. به نظر من، چون ما داود خان را ندیدیم اما کتابهایش خواندیم، در موردش خواندیم، من داود خان را ترجیح میدم نسبت به دیگر رئیس جمهورا در افغانستان. و اگر شما بپرسین بین غنی کرزی کی را انتخاب میکنی، من کرزی انتخاب میکنم، چون اونا هم چندان رئیس جمهور نبودن، اما نسبت به بد و بدتر ما همو بد انتخاب میکنم. ناصری صاحب عزیز، میخوایم در این بخش برنامه سوالات کوتاه از شما بپرسیم. کدام غذا را دوست دارید؟ من هیچ کبر ندارم، همه غذا را خوش دارم، به شرط که حلال باشه. اما بامیه را و بولانی را زیاد خوش دارم. بسیار عالی، تشکر. کدام غذا را خوب پخته کرده میتونین؟ من خوب آشپز هم هستم، در خانه گاه وقت تنها می باشم، مادر پدر نمی باشه، خواهر برادر نمی باشه، اما من قابلی پلو خوب پخته میتونم، بامیه را هم، و چیزی که بسیار ساده و آسان است تخم است، کرایی تخم بسیار خوش دارم، خوب پخته میکنم. آیا ورزش میکنی؟ بله ورزش میکنم، در یکی از جیم ها نزدیک دفترم است، گولدن جیم میکن. بله دوش زیاد میکنم و ورزش هم میکنم. نصری صاحب عزیز، کارکردهای کدام یکی از ورزشکاران کشور ما را
دوست دارید؟ آقای مبارز هم از زیاد خوش دارم، کارهای آقای مبارز. بسیار عالی. آیا موسیقی گوش میکنید؟ گاه اگر وقت یاری بکنه، وقت داشته باشم، بله. ما احمد ظاهر و رامین افضلی زیاد خوشم میاد که بشنوم. و از طبقه اوناست ناصری صاحب؟ از طبقه اوناست خاص نیست، اما آریانا سعید آوازخوان خوبی است، بانی خوبی است، بله. خوبترین اتفاق زندگیتان؟ وقتی که ما به حیث استاد در یکی از انستیتوهای کابل تعیین شدم، بسیار خوشحال بودم. ناصری صاحب عزیز، اگه این سوال برعکس بپرسیم؟ بدترین روزی که من در زندگیم سه بار شکست خوردیم، یکی که زخمی شدم، انگشتایم قطع شد و توسط طالبا، دوم زندگی شخصی که داشتم، و سوم وقتی که من مریض شدم به خاطر وطنم. وقتی که من مسافر شدم، از افغانستان برآمدم، دوباره افغانستان نتونستم برم، او وقت من بسیار مریض شدم پشت هم وطنانم، خصوصا پشت کسایی که در کنار جاده به خاطر یک لقمه نان استاده میشدن. من اینجا یادم میامد درست غذا نمیخوردم و همیشه ای عادتم است که غذای خدا با مردم افغانستان و معاش خدا، عاید خدا با مردم افغانستان ما شریک کردیم و شریک خواهیم کرد. در دوران کودکی مصروف کدام بازی ها بیشتر بودین؟ در او زمان خرد بودم، همیشه فوتبال میکردم در پارک بهارستان. آیا مطالعه میکنید و بیشتر کدام کتاب ها را؟ بله، من کتاب های The Prince که به فارسی شاهزاده میگه، تمام سیاستمدارای امریکا، ترامپ، بایدن، اوباما، تمامشان سیاستمدارای افغانستان، همون کتابا رو خواندن. کتابای فرهنگ افغانستان، کتاب تاریخ افغانستان، کتاب The Prince، اونا رو من زیاد خوش دارم و همیشه مطالعه می‌کنم. زشت‌ترین کلمه و زیباترین کلمه از دیدگاه شما کدام هان؟ زیباترین کلمه وطن و زشت‌ترین کلمه دشمن است. بزرگترین دشمن افغانستان کدام کشور است؟ بزرگترین دشمن افغانستان پاکستان است که حامی انگلیس است، و بزرگترین اشخاص یا گروه بگویم، حکومت گفته نمیتونم، بزرگترین گروه برای مردم افغانستان طالبان است. عطر مورد علاقه تون؟ عطرها را تمامش خوش دارم، کلون میگن به انگلیسی، اما عطر وصال که در کویت یک وقت با وظیفه رفته بودم، یکی از کارشناس سیاسی حکومت کویت برام تحفه داد، فکر نکنم که یعنی ما توفه را قبول کردم، اما بهترین عطر بود، بهترین کلون بود، و همه عطر را خوش دارم. آیا آقای ناصری تا به حال عاشق شده؟ بله، یک بار وقتی که ما بعضی ها پت میکنن، شرم میکنن که بگن، اما ما صادقانه حرف میزنم اینجا که یک بار در دوره که ما استاد انستیتوت بودم، بالا یکی عاشق شدم و بدبختانه که من رفتم به طرف
هلمند و انگشتای ما قطع کردن و بعدن که ما دوباره آمدم خود قادر به او دختر زیبا ندیدم و او هم دور شد و ما هم دور شدم. اولین بار بود و امید که دوباره هم عاشق شام و عاشق وطنم، عاشق افغانستان، از این که انتخاب زندگی ما بکنم عاشق وطنم هستم. بعضی ها ببخشین گپ شما رو گرفتم، بعضی ها میگن که ما عاشق وطن هستم، اما کدام اسناد از عاشقی ندارن. اسناد ما که من میگم عاشق وطنم هستم، اسناد من انگشتانم است که قطع کردن طالبا و باز هم مبارزه میکنم. اسناد ما امی مبارزه کردنم در امریکا است. تمام افغان ها مصروف کار بار هستن، تمام افغان ها مقیم امریکا مصروف زندگی خود است، اما ما زندگی خود قربان وطنم، قربان میهنم کردیم. همیشه مبارزه میکنم. این یک اسناد و یک ثبوتی است که واقعا ما مردم خود، وطن خود دوست دارم و همیشه صدای مردم افغانستان بودیم و خواهیم بود. بسیار عالی. نصری صاحب عزیز، در پایان برنامه قرار داریم. اگر از شما در جریان برنامه کدام سوال را نپرسیده باشم در ذهن شما باشه، لطفاً با وطنان ما به اشتراک بگذارید. تشکر از شما. و یک موضوع را ما میخواهیم بگویم که همیشه یاد کردیم، بیای که من تو ما شویم. ای که خودت از کجا هستی، ما چی کاره هستم، ای بگذار. ما به حیث یک شهروند، به حیث یک هموطن همیشه صدای شما هستم و بودیم و خواهیم بود. هیچ کس مانع کارهای نیک ما به خاطر وطنم، به خاطر هموطنم نمیشه. ما حاضر هستم که خون خود، سر خود، خوشی های خود قربان هموطنم، قربان میهنم بکنم. لحاظا بیاین که گله و گلداری را بس کنیم، یک جا شویم، برادر شویم، یک دست شویم و به خاطر وطن خود مبارزه بکنیم. تشکر، سلامت باشین، برنامه بسیار خوب داشتین. تشکری میکنم از خودتان و یک تشکر از همکارایت که یک تایم را جور کردین. میدانم که اینجا هم شب ماست، فکر میکنم از شما 2 بجه شب باشه در آلمان و ما تشکر میکنم از شما از وقتتان. نصری صاحب عزیز، بسیار تشکر از صبر و سلامتیتان که تا آخر در سوالات ما جواب دادین. واقعا ثابت ساختین که چقدر احساس نیک دارین و مقابل هموطنانتان. هموطنان نهایت عزیز، از شما هم سپاسگزارم که تا این دم ما را بیننده بودین. برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنین، برنامه بعدی ما را هم دنبال کنین. اگر میخواین که کارهای ما را همیشه تعقیب بکنین، ما را در اینستاگرام، تیک تاک، فیسبوک هم دنبال کنین. ما برنامه جدید دیگه هم انشاءالله داریم. کوشش میکنیم هر هموطن ما در هر جایی که باشه به صدایشان به تصویر بکشیم، معرفی بکنیم شان، کارایشان در هر جایی که باشن، خصوصا اگر در آلمان باشن، خب میریم حضوری پیشان از پیشان مصاحبه میگیریم، گفتگوی می داشته باشیم با هر هموطن ما که حاضر باشن. یک دنیا ممنون. خداوند شما را همیشه صحت سلامت داشته باشه. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتون. سلام علیکم.